سلام و درود. به رادیو مزراچه خوش اومدین. در قسمت قبل به بخشی از زندگی و احوال شیخ ابوالحسن خرقانی پرداختیم، راجع به ارتباطش با بایزید بسطامی، دیدارش با سلطان محمود غزنوی و خلقیات خاص و منحصر به فرد شیخ صحبت کردیم و برای نمونه نقل‌هایی از کتاب تذکرة الاولیا خوندیم. پیشنهاد میکنم اگر قسمت قبل رو گوش ندادین، اول اونو از لیست پخش تذکرة الاولیا بشنوی. خب، اما در این قسمت از دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی و ابو علی سینا، بدخویی و تندخویی زبانزد همسر شیخ و همچنین دیدگاه بزرگانی چون شیخ ابو سعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری و دیگر بزرگان در مورد شیخ صحبت می‌کنیم. منبع اصلی مطالب در این قسمت کتاب نوشته بر دریا از جناب شفیعی کتکنی و کتاب تذکرة الاولیا از عطار نیشابوری هست. قبل از شروع مطالب جا داره تشکر کنم از شما دوستان بابت همراهیتون با رادیو مزراچه. امیدوارم در ادامه این مسیر سخت لطف و محبتتون رو از ما دریغ نکنید و برای انگیزه تیم رادیو مزراچه ما رو به دوستانتون معرفی کنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما کامنت بذارید. خب، با این مقدمه بریم و با هم بشنویم بخش دوم از زندگی و احوال شیخ ابوالحسن خرقانی رو. شیخ ابوالحسن خرقانی تمام مدت عمرش در روستای خرقان از توابع شهرستان شاهرود زندگی کرد و ظاهراً به هیچ شهر دیگه‌ای حتی نیشابور هم سفر نکرد. البته در کتاب اسرار و توحید ثبت شده که ابو سعید ابوالخیر، عارف و شاعر نامدار ایرانی، گفته که در روزگار جوانی شیخ ابوالحسن رو در خانقاه ابو عباس قصاب در آمل دیده و این نشانی از خروجش از خرقانه، ولی به غیر از این هیچ گونه اشاره‌ای جایی به خروجش از این ناحیه نشده. حتی به روایتی خرقانی به حج هم نرفت و نه تنها خودش نرفت، بلکه ابو سعید ابوالخیر رو هم از رفتن باز داشت که داستانش در کتاب اسرار و توحید به زیبایی روایت شده. اونجایی که خرقانی گفت ای بو سعید، چرا چنان نباشی که کعبه به تو آید؟ گفت این مرتبه مر تو راست. شیخ گفت امشب با ما در مسجد بنشین تا کعبه ببینی. در میان شب گفت ای بو سعید بنگر. بو سعید خانه را دید که زیر سر شیخین، یعنی بو سعید و بوالحسن، طواف می کرد. بوالحسن گفت اعوذ بالله. بو سعید حلقه در گرفت و حاجت خواست و به روایت اسرار و توحید بوالحسن به بو سعید گفت تو را به مکه نگذارند، تو عزیزتر از آنی که تو را به مکه برند، کعبه را به تو آرند تا تو را طواف کند. شیخ ابوالحسن از دسترنج خودش و از طریق کشاورزی مخارج خانواده و خانقاه خودش رو تأمین می کرد و حدود قرن 4-5 تنها خانقاهی که از دسترنج صاحبش اداره می شد ظاهراً فقط خانقاه خرقانی بود. در سراسر حکایت‌ها و مقالات مرتبط با اون فقط یکی دو بار از فتوح در خانقاه وی سخن میان اومده و در هر دو مورد اهدای گوسمند به خانقاه بوده. در یکی از این موارد ابوالحسن به گونه هوشیارانه از پذیرفتن هدیه سر با میزنه. این حکایت رو با هم میشنویم.
وقتی شیخ در صومعه نشسته بود با 40 درویش و 7 روز هیچ طعام نیافته بودند. یکی بر در صومعه آمد با خرواری آرد و گوسفندی و گفت این صوفیان را آوردم. چون شیخ بشنود گفت از شما هر که نسبت به تصوف درست می تواند کرد بستاند. من باری زهره ندارم که لاف تصوف زنم. همه دم در کشیدند تا مرد آن آرد و گوسپند بازگردانید. یکی از معروفترین حکایت‌های زندگی خرقانی داستان دیدارش با ابو علی سینا حکیم بزرگ ایرانیه که در خلال این داستان به تندخویی و بدرفتاری همسر شیخ هم اشاره شده. این بخش رو از کتاب نوشته بردریا براتون میخونم. روایات گوناگون از آن در دست است و اجمال حکایت آنکه بو علی به اشتیاق دیدار بوالحسن به خرقان رسید و بر در سرای شیخ ایستاد و از همسر بدخوی و تیز خشم شیخ پرسید که شیخ کجاست و آن زن پاره دشنام نثار شیخ کرد و گفت به کوه رفته است تا هیزم بیاورد. ابن سینا در جهت کوه و مسیر شیخ به راه افتاد. از دور مردی را دید که پشته هیزم بر شیری بار کرده و ماری را تازیانه خود ساخته است. چشم بوالحسن که بر ابن سینا افتاد بی هیچ پرسشی گفت تا بار چنان گرگی را تحمل نکنی این شیر بار تو را بر نخواهد داشت و همین واقعه و دیدار سبب دگرگونی احوال بو علی شد و از عالم فلسفه به قلمرو عرفان درآمد. در کتاب مثنوی معنوی هم داستانی از جناب مولانا نقل شده که بسیار به این داستان نزدیکه که روزی درویشی از شهر طالقان برای زیارت بوالحسن میره و وقتی در میزنه و میگه که میخوام شیخ رو ببینم، همسر شیخ میگه کارو بار نداشتی که این همه راه بیهوده اومدی؟ اومدی کیو ببینی؟ شیخو؟ لاف کیشی کاسلیسی تبل خار بانگ تبلش رفته اطراف دیار و خلاصه مجموعی از دشنام ها رو نثار بوالحسن می کنه. این زن منکر تمام روحانیت شیخ بوده و از اونجایی که یکی از پسران شیخ در جوانی به طرز عجیبی به قتل رسیده بود، همسر شیخ پیوسته می گفت وقتی پسر وی را در همسایگی وی در مسجد بکشند و خبرش نباشد و دیگری را بغارتند و هیچ نداند، وقتی دیگر از ملک و ملکوت سخنگوید و خبر دهد و بار دیگر گفته است چه گویم کسی را که از چندین فرسنگ خبر باز می دهد و خبرش نبود که سر فرزندش ببریده باشند و در آستانه نهاده؟ بوالحسن در پاسخ گفته بود که آری آن وقت که دیدم پرده برداشته بودند و این وقت که پسر را می کشتند پرده فرو هشته بودند. در مورد خلقیات منحصر به فرد شیخ ابوالحسن خرقانی، همونطور که در اپیزود قبل اشاره کردیم، شیخ ابوالحسن خرقانی را گستاخی بود که کس را نبود. نویسندگان مقامات بوالحسن یادآور شدند که وقتی در لحظه های روحانی خودش بود، حتی با خداوند هم مناطو می کرد و گاهی جواب می داد بدون اون که کسی اونجا حاضر باشه. در این من و تو کردن ها من بوالحسن در غیاب مطلق بود
و بوالحسن عقیده داشت که نمی توان هم من را دید و هم حق را. پرسیدند که تو خدای را کجا دیدی؟ گفت آنجا که خیشتن را ندیدم. و گفت خردمند با خداوند ناباک است، زیرا که او بیباک است و کسی که او ناباک بود ناباکان را دوست دارد. البته کلمه گستاخ در زمان معاصر با قرنهای قبل قدری تغییر معنی داده. امروزه وقتی از کلمه گستاخ و یا گستاخی استفاده می کنیم اونو نوعی تجاوز از حد و بی‌شرمی می دونیم. ولی در قدیم دست کم در بسیاری از موارد این کلمه در برابر صمیمیت و خودمانی بودن به کار می رفته. گستاخی ابوالحسن خرقانی با حق تعالی در تاریخ تصوف و عرفان ایرانی اسلامی بی گمان همانند نداره. نه با یزید، نه قصاب آملی و نه حلاج هیچ کدوم چنین حالتی نداشتن. به این نمونه توجه کنید. و گفت حق گفت بنده من همه چیز به تو دهم الا خداوندی. بوالحسن گفت خداوندی نیز به بوالحسن دهی نخواهم و این دادن و دهم از میان برگیر که این بیکارگان گویند. در مورد دیدگاه اطرافیان به شیخ یکی از ارادتمندان خالصش ابو سعید ابوالخیر بود که زمانی که اولین بار به خرقان رسید چنان مجذوب روحانیت خرقانی شد که با همه سخنوری و فصاحتی که داشت خاموشی برگزید. وقتی در پایان سفر به نیشابور بازگشت جمع یاران او از این خاموشی شگفت زده شدند. ابو سعید خودش در این باره چیزی نگفت، اما مقامات نویسان او گفتند که زمانی که خرقانی از ابو سعید میخواست که صحبت کنه او میگفت شما را باید گفت، ما را برای شنودن آوردند. و روایت دیگه از خادم شیخ ابو سعید هست که میگه چون شیخ به حضرت وی رسید نیز هیچ سخن نگفت، مستمع بود و به جز جواب سخن وی باز نداد. من وی را گفتم ایها الشیخ چرا چنین خاموش گشتی؟ گفت از یک بحر یک عبارت کننده بس. یکی دیگه از ارادتمندان به شیخ ابوالحسن خرقانی خواجه عبدالله انصاریه. خواجه عبدالله انصاری چهره شناخته شده و محبوبی در میان اهل ادب و عرفانه که مدتی رو در محضر خرقانی بوده و در این مورد گفته عبدالله مردی بود بیابانی، می رفت به طلب آب زندگانی، ناگاه رسید به خرقانی، چندان بخورد آب زندگانی که نه عبدالله ماند و نه خرقانی. زنجیره ارادت به شیخ بوالحسن خرقانی قرن به قرن و نسل به نسل پیوسته در حال گسترش بوده و در سراسر جهان اسلام اونو به عنوان یکی از اولیاء الله میشناختن. الان هم در سرزمین‌های مختلف انجمن‌ها و خانقاه‌هایی به اسم بوالحسن دایره، از جمله در کشور ترکیه که انجمنهایی در این شهر به اسم این عارف بزرگ تشکیل میشه و اونجا کار فرهنگی و کارهای خیریه انجام میدن. شیخ ابوالحسن خرقانی در دهم محرم سال 425 قمری در سن 73 سالگی در روستای خرقان به مرگ طبیعی از دنیا رفت و همونجا به خاک سپرده شد. من حدود 4-5 ماه پیش طی سفری که به شاهرود داشتم به آرامگاه شیخ رفتم. به محض ورود به آرامگاه تابلوی روبروی در هست که جمله معروف شیخ بوالحسن روی اون نوشته شده. از اونجایی که به نظرم این متن بسیار زیباست و خودم هم خیلی دوستش دارم، اجازه بدین این متن زیبا پایان این قسمت از رادیو مزراچه باشه تا قسمت بعدی که به امید خداوند و به شرط حیات قراره به شرح زندگی و زمانه شبلی بپردازیم شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون. که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید،
چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خانه بوالحسن به نام ارزد.